اگه تا حالا سر کارتون با لنز دوربین افتاده باشه، یعنی باشون کار کرده باشین یا کنار کسی باشین که تا حالا با لنزا کار کرده باشه، حتما به گوشتون خورده توی اسم لنزا عددهای مختلفی هست. مثلا این لنز 24 میلیمتریه یا این لنز 85 میلیمتریه یا این لنز 18 تا 35 میلیمتریه یا این لنز 50 میلیمتریه. این عددا یعنی چی؟ چرا بعضیاشون دو تا عدد دارن، بعضیاشون یه دونه عدد دارن؟ ممکنه به گوشتون خورده باشه که این لنز f/1.8 یا f/4 یا f/1.2. این عددا، این f ها چیه؟ من حسام بختیارزاده هستم و امروز میخوایم در مورد لنزها چیز یاد بگیریم. شما که میخواین عکاسی یاد بگیرین یا شما که میخواین فیلم برداری یاد بگیرین، نمیشه در مورد لنزها اطلاعاتی نداشته باشین. تو اینترنت مطالب خیلی زیادی در مورد آموزش کار با لنزها و مشخصاتشون هستش، اما من اینجا میخوام خیلی مختصر، مفید، جمع و جور اون چیزی که شما لازمه در مورد لنزها بدونید تا کارتون را بیفته رو در موردش صحبت کنم. اولین چیزی که در مورد لنزا باید بدونید مبحثی به عنوان فاصله کانونی، که همون چیزی که با میلیمتر در موردش صحبت میکنم. مثلا میگن این لنز 18 میلیمتر تا 35 میلیمتره یا 18-35، یا وقتی میگن این لنز مثلا 24 میلیمتریه یا 24ه یا این 85ه یا این 50ه یا اون لنزی که الان به دوربین وصله مثلا 12-60 هستش، این همون فاصله کانونیه، یعنی اون عددی که به صورت میلیمتر بیان میکنن. لنزایی که عددشون زیاده 200-300-400 این حدودا هستن. لنز تله هستش، مثل تلسکوپ، با کلمه تلسکوپ یادتون باشه، اینجوری میبینن، دور دورا رو باش میبینن. عدد زیاد 200-300 میشه تله. وقتی که عددش کم باشه این لنز وایدتر یا بازتر هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میتونید یک عکس دست جمعی از تعداد زیادی از دوستاتون بگیرید. این نیازمند یک لنز واید هست. بیاین در مورد این لنزایی که اینجا من نمونه آوردم در مورد اینا صحبت بکنیم. مثلا ما اینجا یه دونه لنز 18-35 داریم. 18 کمترین عددیه که تو این 4 تا لنزی که اینجا هست داریم. پس 18 رو میذاریم اول، یعنی واید ترینش هستش. لنز بعدی یه لنز 24ه. لنز 24 رو میذاریم کنارش. لنز بعدی یه لنز 50 هستش. 50 رو میذاریم کنارش و لنز بعدی هم یه لنز 85 هستش. پس اگر 10 نفر اینجا تو کادر 18-35 شما قرار گرفته باشن، شما با 18-35 مثلا جوری تنظیم کردین که نفر اول اینجای تصویر قرار بگیره، نفر دهم اینجای تصویر قرار بگیره. اگه لنزتون عوض بکنید 24 رو بذارین، دیگه نفر 1-10 یا 2-9 رو شاید تو کادرتون ندونین جا بدین، ممکن نفر 3-7 رو بتونین تو کادرتون جا بدین. لنز 50 این یه خود بسته تر هستش، یعنی مثلا ممکنه که 4 نفر وسط رو یا 5 نفر وسط رو یا 6 نفر وسط رو فقط بتونین تو کادرتون قرار بدین. و لنز 85 این مسئله شدیدتره، یعنی فقط ممکنه 3 نفر وسط اون 10 نفر توی کادر شما جا بشن. و خب چون زوم تر هستش تصویر، قاعدتا افراد زاویه و کادرشون بسته تر میشه. این اون عددی هستش که در واقع واضح ترین و مهمترین شاخصه شناخته شدن یه دونه لنز، این فاصله کانونی هستش که با میلیمتر سنجیده میشه. کاری هم نداریم اینکه این 300 میلیمتر یا این 50 یا این 85 چقدر جلوتر رو نشون میده. بدونیم که آقا لنز هر چقدر عددش کمتر باشه، یعنی از 24 اینا به پایینتر باشه، 17-18-16، لنز خیلی وایده. کمتر هم داریم ها، ولی خب هر چقدر کمتر بشه، مثلا بیاد رو سمت 8 و اینا، دیگه تصویر استفادهش خیلی خاص‌تر میشه. بهش میگن لنز فیش آی. محیط رو به جای اینکه مستطیل کادر شما مستطیل باشه، بعدا میبینید که کادرتون یه خورده حالت گرد پیدا کرده. پس مهمترین شاخصه شناسایی و انتخاب یک لنز فاصله کانونی هستش. اما چی میشه که بعضی از لنزها دو تا عدد دارن؟ اینجا این 4 تا لنزی که من آوردم جلوی دوربین، فقط یه دونشون هست که دو عدده هستش، یعنی 18-35. بعضی لنزها چند تا حلقه روشون دارن، ببینید این حلقه ها رو میتونید بچرخونید شما. یعنی فاصله کانونی این لنز متغیره، یعنی شما وقتی اینو گذاشتین روی دوربین میتونید یکی از این حلقه ها رو بچرخونید
و تصویر بسته تر میشه ولی در عوضش زوم تر و تله تر میشه، مثل همون تلسکوپی که گفتم. تله یا تلسکوپی گفتین، همه مشکلات حل میشه. پس اونایی که دو تا عدد دارن به چه درد میخورن؟ خب مشخصه دیگه، شما وقتی میخواین از یک سوژه عکس بگیرین راحت میتونین سر جاتون که هستین یا فیلم بگیرین، میتونین فاصله کانونی رو کم زیاد بکنید و کادرتون رو قشنگتر ببندین. اون قوانین نقاب بندی که توی اپیزود دیگری در موردش صحبت خواهم کرد بتونید اونها رو رعایت بکنید. به لنزهایی که فاصله کانونیشون ثابت هستش میگن لنزهای فیکس یا پرایم. اوکی، این لنز مثلا 85، چرا اینو جوری نساختن که مثلا 85 ش تا 50 بشه کم بشه یا تا مثلا 35 کم بشه؟ چرا این رو اینجوری ساختن و چرا اینو با دو تا عدد ساختن؟ توی لنزها تعداد زیادی لنزهای کوچکتر هستش، یعنی این لنز سیگمایی که اینجا هستش عددش الان دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم 15-16 تا لنز کوچیک توی این تعبیه شده. وقتی که یک لنز فاصله کانونیش متغیر باشه اتفاقای زیادی میفته. یک، لنز خیلی گرونتر میشه، یعنی هزینه ساختش میره بالا و مقدار شیشهی که از اول لنز تا آخر هستش قاعدتاً زیاد میشه. مثلا شما لنز 70-200 رو ببینید، الان اینجا دم دستم نیست، لنز 70-200 انقدر هست تقریبا. خب لنز خیلی سنگین میشه، اندازش خیلی بزرگ میشه، پس شاید گاهی به صرفه تر باشه واسه اکثر مصارف که شما به جای اینکه مثلا یه لنز مثلا چه میدونم 30-85 داشته باشید یه دونه لنز 85 داشته باشید و اگه 30-35 لازم داشته باشید برین یه دونه لنز 35 بخرید. خیلی وقتا اینجوری به صرفه تر هستش. لنزهایی که فاصله کانونیشون متغیره و فاصله بازه زیادی رو پوشش میدن، مثل همین 70-200 که مثال دادم، خب لنزهای گرونی هن. این لنز رو شما اصلا نمیتونید، هر کدوم از اینها رو یا این 50 رو نمیتونید زوم بکنید یا واید بکنید تصویرتون. اگر میخواین به سوژه نزدیک بشین یا دور بشین باید زحمت بکشین خودتون عقب جلو برین با دوربینی که دستتون هستش. دومین چیزی که توی لنزها خیلی اهمیت داره یک مبحثیه به نام عمق میدان یا depth of field یا DOF هم شما میبینید، مخفف depth of field هستش، DOF. این چیه؟ این همون Fیه که گفتم. مثلا این لنز Fش از 1.8 هست تا 22، این لنز 50 ما Fش از 1.8 هست تا 22، این لنز 24 میلیمتر ما Fش از 1.5 هست تا 22، 1.5 تا 22. البته این دوتا لنز ها چون جزء لنز های سینمایی دسته بندی میشن همون مبحث عمق میدان رو به جای F بهش میگن T. زیاد خیلی نمیخواد فکرمونو مشغولش بکنیم، همون F. F یا T این لنز ها هم از 1.5 شروع میشن تا 22. این عددهایی که اینجا میبینین تکون میخورن همون F هستن. لنز ها دریچه‌ای توشون دارن، ببینید این دریچه رو، این وازه بسته شد، به این دریچه میگن دیافراگم. خب مقدار باز و بسته بودن این دیافراگم با اون عدد F مشخص میشه، یعنی این الان کمترین عدد این لنز هستش. وقتی که بسته میشه یه نقطه خیلی کوچولو سوزنی وسطش هستش، این بیشترین عدد F. وقتی که دهنه دیافراگم باز باشه چه اتفاق میفته؟ دهنه دیافراگم وقتی باز باشه، یعنی هرچی عدد F کمتر باشه دهنه دیافراگم بازتر هستش، نور بیشتری از دیافراگم رد میشه و به سنسور دوربینتون برخورد میکنه. این یعنی چی؟ که عدد F کم باشه دریچه پس باز میشه، پس نور بیشتری به سنسور دوربین ما برخورد میکنه، در واقع نور بیشتری از لنزمون رد میشه. این یعنی چی؟ خود فکر کنین، یعنی تصویر ما روشن‌تر میشه. یعنی اگر تو جایی که تاریک باشه ما F لنزمون رو باز بکنیم که معنیش میشه اون دریچه دیافراگم تا انتها باز بکنیم، نور بیشتری رد میشه پس تصویر روشن‌تر میشه. شما رو یاد چیزی نمیندازه؟ یاد مردمک چشم میندازه. مردمک چشم اگر وقتی بریم جای تاریک مردمک چشم بازتر میشه، افش
عددش کم میشه، پس دریچه بازتر میشه، پس نور بیشتری رد میشه. شما تو جای تاریک برین یکی دو ثانیه طول میکشه تا چشتون عادت بکنه. این چشم عادت کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مردمه که چشتون باز میشه نور بیشتری به شبکیه چشمتون تابیده میشه. اینم هم همینه، توی لنز ها هم همینه. وقتی که مثلا جایی که نور زیاده عدد اف رو میبریم بالا، دریچه دیافراگم میبندیم که نور کمتری به لنزمون تابیده بشه که تصویرمون نورش درست باشه. اگر تو جایی که خیلی روشن اف رو باز بکنیم تصویرمون همش اوور اکسپوز میشه و سفید میشه، در واقع یه سری میگن میسوزه. نور اونقدر زیاده و تصویر روشنه که شما چیزی نمیتونید تشخیص بدین. پس جایی که نور زیاده این حالا یا اتوماتیک یا دستی اف عددش میره بالا، دهانه دیافراگم بسته تر میشه جایی که روشنه، نور کمتری رد میشه، تصویر واضحه. ولی وقتی جایی که تاریکه میرین این باید باز بشه، نور بیشتری ازش رد بشه و شما بتونید تصویر رو روشن‌تر ببینید تو جایی که تاریک هستش، یعنی تصویر رو اصلا بتونید ببینید. F1 کنیم اومد رو 2 2 8 4 5 6 8 11 16 و 22. بسته ترین حالت دیافراگم عددش 22 هستش، ولی همینجوری کم میشه 16 11 8 5 6 4 2 8 2 1 کنیم بازترین حالت دیافراگم هست. این حد اقل عدد F و حد اقل عدد دیافراگم توی لنزهای مختلف متغیر هستش. هر چقدر این عدد بازتر باشه شرایط ساخت این لنز سخت‌تر هستش و قیمتش گرون‌تره. امیدوارم چیزای خوبی در مورد لنزها یاد گرفته باشین، به دردتون بخوره، بتونین عکسای بهتری، ویدیوهای بهتری، فیلمهای بهتری بگیرین، کاربردی باشه واسهتون. اگر توی اینستاگرام دارید میبینین پیج منو فالو بکنین، اگر توی یوتیوب دارید میبینین سابسکرایب بکنید، اون دکمه زنگ رو هم بزنید که از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشین. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.